خواهرم از بعد طلاقش دیگه اون دختر خوب و سر به راه سابق نبود همش با مردای مختلف رابطه برقرار میکرد و وقتی پدرم نبود می آوردشون خونه توی کل محله پیچیده بود که ارقم خرابه از بس که با مردای مختلفی دیده بودنش اینا بخشی از حرفای امیر یعنی برادر ارقوانه که خواهرش زنده زنده آتیش زد و کشت سلام دوستان به کانال گرم خوش اومدین شما بیننده و شنونده یه پرونده ای دیگه از سری پرونده جنایی ایرانی هستید. مثل همیشه تا آخر این پرونده با ما همراه باشید. هشت آبان سال 1402 بود. اقربه های ساعت ساعت 11 صبح و نشون می دادن. امیر 38 ساله با چهره به هم ریخته وارد کلانتری شد. چند دقیقه منتظر من تا نوبتش بشه و بتونه جریانی که پیش اومده بود و برای مامورای کلانتری توضیح بده. بالاخره نوبت امیر شد. این پسر میگفت خواهرش ارقوان از دیشب گم شده. دیروز از ارغوان برای خرید لباس و اینجور چیزا از خونه رفت بیرون. ولی درست لحظه که خونه رفته بیرون هیچ خبری دیگه ازش نداریم. هرچی هم به گوشیش زنگ میزنیم گوشیش یا میگه خاموشه یا میگه در دسترس نیست. چون سابقه داره خواهرم بیخبر شب خونه نیاد دیشب پیگیرش نشدیم ولی وقتی صبح شد و باز دوباره باش تماس گرفتم و نشد باش صحبت کنم تصمیم گرفتم بیام کلانتری و موضوع گزارش بدم بعد تمام شدن صحبت های امیر بلافاصله یه پرونده مفقودی برای و 35 ساله تشکیل شد و امیر به همراه این پرونده راهی اداره آگاهی تهران شد چند ساعت بعد امیر خودشو به این اداره رسوند و پیش روی یکی از افسرهای این اداره نشست. امیر یه بار دیگه شروع به گفتن ماجرا کرد. این افسر که جزئیات گفتهای قبلی امیر پیش روش بود، خیلی زود متوجه تناقض توی حرفاش شد. برای همین شروع کرد به سوال پیچ کردن امیر. هر افسر از امیر بیشتر سوال میکرد امیر بیشتر گیج میشد و جواب می میداد. بعد از چند دقیقه صحبت انقدر تناقض توی حرفهای امیر زیاد شده بود که این افسر موضوع رو به بازپرس حاضر توی اداره ارجاع داد. امیر دوباره توسط این بازپرس سوال پیچ شد. لحظه به لحظه بیشتر مشخص می شد که این پسر داره حقیقت ماجرا رو مخفی می کن و هر دفعه داره جزئیات متفاوتی رو میگه. بر همین خیلی زود دستور بازداشت امیر صادر شد تا بازجویی تخصصی از امیر راجع این موضوع شروع بشه. همزه و پدر ارغوان و امیرم تماس گرفته شد تا خودش رو به اداره پلیس برسونه. وقتی پیمان پدر این دختر و پسر وارد کلانتری شد میگفت من از دیروز از شیفت بودم. شیفت کاری من 24 48 من دیروز از ساعت 4 بعد از خونه رفتم بیرون. از بعد اونم دیگه خبری ندارم که چه اتفاقی افتاده و چی شده. اون موقعیم که من از خونه رفتم بیرون هم ارغوان هم امیر جفتشون خونه بودن. بعد این گفته های پیمان تحقیقات راجع به گفته های این دو نفر شروع شد. اکیپی از معمور آگاهی راهی محل کار پیمان شدن. اکیپ دیگه ای هم راهی محل زندگی این خانواده شدن. حرفهای پیمان درست بود. پیمان سر ساعتی که گفته بود در خونه خارج شده بود و رفته بود سر کار. ولی همونجوری که از اول مشخص بود امیرتش یه چیزی رو پنهان میکرد. چون فیلم دوربین مداربسته یکی از خونه های اطراف محل زندگیشون نشون میداد آخرین بار امیر و ارغوان دو تا یک خارج شده بودن و با هم سوار ماشین شده بودن و رفته بودن بیرون ولی چند ساعت بعد امیر تنهایی برگشته بود خونه و دیگه خبری از ارغوان نبود جزئیات این اطلاعات به امیر گفته شد ولی امیر بازم منکر همه چی بود می گفت آره من خودم ارقوان تا مرکز خرید رسوندم و از بعد اون دیگه خبری از ارغوان ندارم با این گفته های امیر بازپرس پرونده دستور بررسی آخرین مناطقی رو صادر کرد که گوشی این دو نفر ازش آنتن گرفته بود. چند روز بعد نتیجه این استعلام حاضر شد و به دست بازپرس رسید. بررسی این جوابیه نشون میداد گوشی ارغوان و امیر تمام مدت از مناطق یکسان آنتن گرفته. حتی مشخص بود تا آخرین لحظه ای که گوشی ارغوان از دسترس خارج بشه این دو نفر با هم بودن. دیگه جایی هیچ شکی وجود نداشت که امیر توی گم شدن ارغوان نقش داره برای همین بازجویی تخصصی از این پسر شروع شد امیر با اینکه تمام مدارک بر علیهش بود باز هم سعی داشت حقیقت ماجرا رو مخفی نگه داره ولی بالاخره بعد از چهار روز مجبور شد به حقیقت ماجرا اعتراف کنه. امیر میگفت من و ارغوان حدود 15 سال پیش مادرمون را از دست دادیم. ارغوان اون موقع 20 سالش بود. تو سه سال بعدش براش خواستگار خوب پیدا شد و با هم دیگه ازدواج کرده. پدرم هیچ فن و مهارت خاصی بلد نبود ولی بیچاره از صبح تا شب مشغول کار بود. همه کاری هم میکرد که صورت خودشو با سیلی سرخ نگه داره. من خودم هم توی شرکت خصوصی کارمند بودم. زندگی معمولی داشتیم و همه ازش راضی بودیم. همه چی خوب بود تا سه سال پیش. ارقوان با شوهرش مشکل پیدا کرد و بعد چند سال زندگی از همدیگه جدا شدن. از وقتی ارقوان برای زندگی برگشت پیش ما خیلی زود فهمیدیم که اخلاقیاتش خیلی عوض شده. خیلی زیاد اهل رفیق بازی شده بود در صورتی که قبلا اصلا اینجوری نبود. سر کارم که نمیرفت صبح تا شبم دستش توی جیب من و پدرم بود. همش هم در حال برنامه ریختن بود که بره این مهمونی و اون مهمونی. چند باری من و پدرم باش صحبت کردیم. در ظاهر قبول میکرد که کاراش زشته ولی در عمل بازم کار خودشو میکرد. چندین بار من و ارغوان با هم دعوای بد جور کردیم. جوری که همه همسایه های آپارتمانمون متوجه شدن. یه دفعش هم ارغوان شروع کرد به داد و بیداد. انقدر جیغ و داد کرد که همسایه ها زنگ زدن به پلیس. از بعد اون دیگه تصمیم گرفتم یه خونه جداگانه بگیرم و برم اونجا برای زندگی. همین کارم کردم و چند ماه پیش اساس کشی کردم یه خونه جدید. وقتی از اون خونه اومدم بیرون مدام چیزایی ناوربوت راجع به ارقوام میشنیدم. دوستام که توی اون محله زندگی میکردن میگفتن هر چند روز یه بار با یکی میبینن. حتی میگفتن با بعضیاشو میره داخل خونه. پدرم آدم خیلی شریفیه. هر کاری میکنه که زندگیشو بچرخونه. ولی ارغوان با این کاراش باعث شده بود حرف فش خونه بادمون در بیاد. از بعد اینکه این موضوع رو شنیدم چندین بار با گوشی ارغوان تماس گرفتم ولی ارغوان جواب منو نمیداد. میخواستم باش صحبت کنم و بازم بهش تذکر بدم ولی فایده ای نداشت. ارغوان اصلا حاضر نبود با من صحبت کنه. یه شب سر زده رفتم خونه پدرم اینو. شروع کردم با ارغوان صحبت کردن. بهشم گفتم که چیا پشت سرمون میگن. ولی اصلا براش مهم نبود وقتی دیدم مدل حرف زدنش اینجوریه یه نقشه اومد توی ذهنم باید این لکه این ننگ و آبرو رو از خونه پاک میکردم شروع کردم از در دوستی باش وارد شدم باش یه ذره بگو بخند کردم و قرار گذاشتم تا با همدیگه بریم بیرون با اینکه ارقما خیلی تعجب کرده بود ولی قبول کرد رفتم دنبال ارقما اون روز پدرم قرار بود بره سر کار وقتی وارد خونه شدم اول شک به دلم افتاد که این کار انجام ندم ولی وقتی یکم دیگه باش صحبت کردم دیدم نه هر قوان غیر قابل تغییره با هم دیگه از خونه خارج شدیم و سوار ماشین من شدیم راه افتادیم به سمت خارج شهر ارقوان در طول مسیر هی میپرسید کجا داری میری منم بهش میگفتم سورپرایزه وقتی وارد جاده فیروز آباد شدم همش چشم به این بود که یه جای خلوت وایسم هوام دیگه تاریک شده بود بالاخره جایی که میخواستم و پیدا کردم و زدم بغل ارغوان خیلی تعجب کرده بود تا اومد حرف بزنه شروع کردم به کتک زدنش شالش رو پیچیدم دوری گردنش اولش میخواستم با شالش خفش کنم شروع کردم یه ذره فشار آوردم بهش وقتی بیحال شد کشون کشون بردمش کنار جاده بازم شروع کردم به کتک زدنش انقدر زدمش که دیگه کاملا بی حرکت شده بود رفتم توی ماشین دبه چهار لیتری گازایی رو که خریده بودم و برداشتم وقتی برگشتم سمت ارقوان دیدم داره سعی میکنه که فرار کنه گازوئیل خالی کردم روش و زنده زنده آتیشش زدم نتونستم این صحنه رو ببینم از اونجا یه ذره دور شدم چند دقیقه بعد که برگشتم ارقوان بی حرکت شده بود و جونش از دست داده بود یک گودال کم عمق اونجا بود انداختمش اون تو و آتیش رو خاموش کردم بعدشم سوار ماشین شدم و برگشتم سمت خونه تا فردا صبحش سب کردم تا همه چی طبیعی جلوه کنه صبح روز بعدش هم رفتم اداره پلیس و بعدش هم اداره آگاهی. به نظر خودم من خیلی خوب و بینقص صحبت کردم. ولی اشتباه فکر می کردم و خیلی زود افسر آگاهی متوجه این موضوع شد و بازداشتم کردم. سعی داشتم با اعتراف نکردنم نشون بدم که بیگناهم. ولی بازم فایده ای نداشت و خیلی زود مامورای پلیس کلی سر نخ پیدا کردن که نشون میداد من تنها کسی هم که راز گم شدن ارغوانو میدونم. برای همین دیگه مجبور شدم اعتراف کنم. بعد این اعتراف های سریح امیر این پسر با گروه های مختلفی از معموره آگاهی و قوه غذایی راهی محلی شدن که میگفت جسد اونجا رها کرده. بالاخره بعد چند ساعت جسد ارقوان در حالی پیدا شد که توسط حیوانات وحشی بیشتر اعضای بدنش متلاشی شده بود. تیکی های باقی مونده از جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا بعد از آزمایش دی ای مشخص بشه جسد متعلق به ارقوان بوده یا نه. امیر توی همون محل پیدا شدن جسد شروع به بازسازی جنایتی کرد که چند روز پیش انجام داده بود. امیر بعد این کار راهی زندان شد. چند روز بعد از پزشکی قانونی خبر رسید آزمایش دی ای نشون میده جسد پیدا شده متعلق به ارغوانه. با علامه موضوع پرونده کامل شد و به دادگاه ارسال شد. امیرم قرار شد تا روز دادگاه داخل زندان بمونه. چند ماهی از این پرونده دلخراش گذشته بود که پدر امیر با حضورش توی دادسرای جنایی اعلام کرد هیچ شکایتی از پسرش نداره. پیمان میگفت میدونه که امیر قصدش آبروی خانواده‌شون رو حفظ کنه چون کلی حرف پشتشون بوده. پیمان میگفت من نمیخوام امیرم مثل ارغوان و همسرم از دست بدم. الان تنها کسی که برای من مونده امیره برای همینم رضایت بدون قید و شرط خودم و پسرم اعلام میکنم بعد از اعلام رضایت پیمان امیر از قصاص و چوبه دار فاصله گرفت ولی لازم بود از لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه بشه برای همین همچنان توی زندان بود چند روز پیش یعنی عواسط شهریور سال 1403 امیر لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شد و به 8 سال زندان محکوم شد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و بعد از تایید قضات این دیوان قطعی میشه. صدایی که توی کمد دیواری میومد توجه من و مادرم به خودش جلب کرد. این صدا چند باری تکرار شد تا اینکه آخرین بار در کمد باز کردم و دیدم داداشم یه مرد اون تو پنهان کرده 22 مرداد سال 1401 تلفن 110 زنگ خورد یه ذره جوان پشت خط بود و میگفت من و مادرم یه مرد و توی اتاق خونه داداشم حبس کردیم. این مرد توی کمد خونه مخفی شده بود. سریعتر خودتون رو برسونید. بعد از قطع شدن این تماس این خبر توی بیسیمای پلیس پیچید و خیلی سری نزدیکترین واحدای گشتی به آدرس اعلام شده که یه خونه قدیمی ساز توی محله خاکسفید تهران بود اعزام شدن همونجوری که زنی که با پلیس تماس گرفته بود میگفت یه مرد میان سال توی اتاق این خونه حبس شده بود با حضور مامورای پلیس توی این خونه در اتاق باز شد و مردی که توی اتاق بود دستگیر شد و به سرعت به داخل ماشین پلیس هدایت شد موضوع این پرونده جنایی جایی کلید خورد که مهین یعنی زنی که با پلیس تماس گرفته بود شروع به صحبت کرد. این زن می گفت ده روز پیش برادرم به خاطر ایست قلبی توی بیمارستان جونش شاید دست داد. روزهای اول ما همه اومدیم کمک مینا زنده داشتن. همه کارهای مراسم ما کردیم. چون برادرم و مینا یه دختر معلول داشتن و هیچ کسی نبود که کمکش کنه. امروز که ده روز از فوت برادرم میگذره به مادرم زنگ زدم و گفتم بیبریم مثلا به مینا بزنیم بیچاره تنهاست بریم ببینیم کمکی چیزی برای کاری احتیاج داره یا نه چند دقیقه بعدش مادرم با ماشین اومد دنبالم و دوتایی سر زده اومدیم اینجا اولش که زنگ خونه رو زدیم طول کشید تا مینا جواب بده اصلا فکر کردیم دیگه خونه نیست تا اومدیم به اوشیش زنگ بزنیم آیفون رو برداشت و در باز کرد وقتی اومدیم داخل رنگ و روی صورتش کامل پریده بود هی ازش پرسیدیم چیزی شده چرا انقدر رنگ صورتت پریده گفت به خاطر فشار فوت مو جوری اینجوری چند دقیقه که گذشت من و مادرم حس کردیم از ات توی اتاق یه صدایی داره میاد به مینا که گفتیم گفت نه هیچی نیست صدای دختر معلولمون سحر ات توی اتاق میاد ولی هنوز چند دقیقه از این حرفش نگذشته بود که یهو صدای زنگ خوردن یه گوشی از ات توی اتاق بلند شد. با تعجب به مینا خیره شدیم. چون مینا گوشی موبایلش توی جیب پشت شلواری بود که تنش بود. با عجله من و مادرم رفتیم سمت اتاق. از مینا پرسیدیم کسی اینجا یا مینا هول شده بود و میگفت نه، هیچکی اینجا نیست. من و مادرم صدا که دنبال کردیم، رسیدیم به کمد دیواری توی اتاق. قشنگ معلوم بود یکی توی کمد و با زنگ خوردن گوشیش هول شده و داره سعی میکنه صدای گوشیش رو قطع کنه تا در کمدو باز کردیم دیدیم یه مرد اون با مادرم سریع از اتاق اومدیم بیرون و در رو بستیم با کلیدی که روی در بود در قفل کردیم و با پلیس در تماس گرفتیم مینا خیلی سعی کرد که قانعمون کنه که در رو باز کنیم تا مرده بره ولی فایده این نداشت و ما منتظر موندیم تا پلیس فرسته. بعد از ثبت گزارش اولیه از این اتفاق این ما مردی که توی کمد بود به کلانتری منتقل شد مهین و مادرش هم خودشون به کلانتری رسوندن تا از عروسشون شکایت کنن. این دو نفر وقتی رسیدن کلانتری میگفتند ده روز پیش ماهین دچار ایست قلبی شد و فوت کرد ما مو همون موقع هم به مرگش خیلی مشکوک شده بودیم چون ماهین بعضش بود و همیشه در حال شکاپ های مختلف بود همیشه هم همه آزمایشاش خوب بود وقتی مینا به ما زنگ زد و گفت حال ما این خوب نیست سری بیایم بیمارستان ما خیلی تعجب کرده بودیم وقتی هم رسیدیم بیمارستان دیگه کار ما این تموم شده بود و داشتن میبردنش سرد خونه از پزشکایی که پرسیدیم علت مرگش و ایست قلبی اعلام کردند. با اینکه برای ما خیلی تعجب آور بود با این حال به نظر پزشکا احترام گذاشتیم داشتیم با این مسئله کنار میومدیم قبول کردنش برامون خیلی سخت بود از طرفی دلمونم برای مینا دختر معلولش میسوخت که بیوه و یتیم شده بودن واسه همین چندین بار توی این چند روز سر زده میرفتیم خونشونو و واسهشون خرید میکردیم تا اینکه امروز وقتی وارد خونشون شدیم مشکوک شدیم که یه نفر اونجاست چون هم مینا حل شده بود هم صدای مشکوکیت توی اتاق میومد وقتی معلوم شد یه مرد توی اتاقه به عروسمون شک کردیم چون نمیشه به این سرعت جای شای شوهرش رو بتونه پر کنه مشخص میکنه که به احتمال خیلی زیاد مینا از قبل با این مرد رابطه داشته. الان ما به موضوع مرگ ما این مشکوکی ما حس میکنیم ممکنه که به مرگ طبیعی نمرده باشه. خیلی زود مینا و ایمان به اداره آگاهی تهران منتقل شدن تا این پرونده توی این اداره بهش رسیدگی بشه. وقتی مینا و ایمان به صورت جداگانه پشت میز بازجویی نشستن شروع کردن به انکار مجرم. ولی اصلا جای انکاری وجود نداشت چون ایمان توی کمد خونه مینا دستگیر شده بود ولی با این حال هر دو منکر هر گونه ارتباطی بودند مینا میگفت چون خانواده همسرم خیلی شکاک بودن مجبور شدم بهشون دروغ بگم ایمان تعمیرکار پکیج اومده بود خونه اون پکیجمون رو درست کنه وقتی خواهر شوهر و مادر شوهرم سر زده اومدن خونمون به خاطر اینکه نخوان کاروگاه بازی در بیانن به ایمان تعمیرکار پکیج گفتم چند دقیقه توی کمد خونه مخفی بشه ولی چون گوشیش زنگ خورد مشخص شد که داخل کمد مخفی شده این حرفای مینا در حالی بود که خود ایمان اصلا هیچ حرفی نمیزد از اونجایی که موضوع مرگ معینم خیلی مشکوک بود موضوع به دادگاه ارسال شد وزارت دادگاه هم خیلی زود دستور نبش قبر رو صادر کردند برای همین جسد از زیر خاک بیرون کشیده شد و به پزشکی قانونی منتقل شد همزمان باسپورس دستور بررسی خط موبایل های این دو نفر هم صادر کرد. چند روزی گذشت. هیچ کدومشون توی بازداشت و بازجویی حرف به درد بخوری نزدن. تا اینکه جواب پزشکی قانونی حاضر شد. این جوابی نشون میداد ما این با سم سیانور کشته شد و به مرگ طبیعی جونش دست نداده. از طرف دیگه بررسی خط موبایل این دو نفر هم نشون میداد اما مدت تا قبل مینا و ایمان با همدیگه رابطه دارن و نقشه قتل موین با همدیگه کشیدن با به دست اومدن این اطلاعات دیگه جایی هیچ گونه انکاری برای این دو نفر باقی نمونده بود دوباره هر دوشون به اتاق بازجوی منتقل شدن ولی این بار مدارکی که بر علیهشون به دست اومده بود پیش روشون قرار داده شد دیگه نمیتونستن سکوت کنند برای همین اولین نفر مینا شروع به صحبت کرد و گفت من و مو این 20 سال پیش با هم ازدواج کردیم اوایل ازدواجمون عین همه زوجای دیگه رابطمون با همدیگه خیلی خوب بود ولی همون موقع هم روز به روز حس می کردم ما داره نسبت به سرد میشه ولی با خودم می گفتم عادیه همه همین جوری هم. هر که گذشت دیدم نه دیگه موین اون موین سابق نیست اصلا هیچ اهمیتی دیگه به من نمیده با خانوادم چند باری راجبه این موضوع صحبت کردم. همشون به اتفاق میگفتن اگه بچه داشتین این مشکلاتتون کمتر میشه. همین اتفاقم هم افتاد. از وقتی حامله شدم دیگه بیشتر حواسم به خودم و بچه بود. ولی همون موقع هم و این خیلی به من و بچه توجهی نداشت و خیلی از آزمایش ها رو پشت گوش انداختیم. وقتی بچه به دنیا اومد و چند ماهی گذشت تازه فهمیدیم دخترمون داره معلولیت ذهنی و جسمیه. با این حال من دخترم رو روی چشمم بزرگ کردم واقعا برام هیچ فرقی نداشت که دخترمون سالم باشه یا نه من همون اندازه دوستش داشتم ولی ما این هیچ حسی به بچهمون نداشت اصلا هم وقتی فهمیدیم بچه مشکل داره انگار جفتمون رو ترد کرد دیگه همون یه ذره محلی هم که به میذاشت و دیگه نمیذاشت همش منو مسبب این موضوع میدونست که یه بچه معلول بش دادم واقعا من تنهایی و با جگر اون رو بزرگ کردم ما این هیچ کاری با سمون نکرد. ما صاحب یه باشگاه ورزشی بود. همیشه هم بیشتر وقتش رو میذاشت برای این باشگاه. اصلا انگار من و دخترم وجود نداشتیم. همش یا درگیر باشگاهش بود یا داشت با دوستاش خوش میگذرم. حتی بعضی شبام بدون اینکه چیزی بگه نمیومد خونه. وقتی هم میومد خونه ازش چیزی میپرسیدم که کجا بودی همش بهم یه جوری جواب میداد که انگار به من هیچ ربطی نداره. منم دیگه ازش چیزی نمیپرسیدم. تمام این رفتاراش باعث شد من کشیده بشم به سمت ارتباط با ایمان من و ایمان توی اینستاگرام با هم دوست شدیم برخلاف ما این ایمان خیلی بهم توجه داشت و به همه حرفای من با دقت گوش میکرد تمام حرفام خوب توی ذهنش میموند و واسه کلمه به کلمه حرفم ارزش خواهد بود حتی چندین بار برای دکتر بردن دخترم با ایمان رفتیم واقعا عین پدر بود براش همه این رفتارا رو که میدیدم دیگه از مهم بیزار می شدم. تازه فهمیده بودم توی انتخابم چه اشتباهی کردم. من همیشه با خودم فکر می کردم اگه از مهم طلاق بگیرم هیچ فایده ای نداره چون همه مردا همین شکلی هم. واسه همین داشتم می سختم و می ساختم. ولی از وقتی رابطم با ایمان صمیمی شد و فهمیدم که انتخابم اشتباه بوده افتادم دنبال اینکه از معین جدا بشم هر موقع صحبت طلاق میشد عصبی میشد و راضی به این کار نمیشد میگه از از همدیگه جدا بشیم آبروم توی فامیل میرو همه فکر میکنن من یه عیبی داشتم چندین ماه تلاش کردم که راضی بشه به طلاق ولی هیچ فایده ای نداشت دیگه نمیدونستم با چیکار کنم رابطم با ایمانم به حدی رسیده بود که باید تکلیفش مشخص میشد واقعا ایمان و تمام وجودم دوست داشتم و نمیخواستم از دستش بدم واسه این تصمیم گرفتیم ما این سر راهمون برداریم اولش تصمیم گرفتیم با اسلحه موینو بکشونیم یه جای خلوت و بکشیمش ولی وقتی رفتیم دنبال خریدش دیدیم اسلحه خیلی گرونه با همین بیخیالش شدیم راه بعدیمون سیانور بود ایمان میگفت من آشنا دارم و میتونم این سمو بخرم وقتی خرید و دادش به من گفت بریزش توی نوشیدنش منم همین همین کارو کردم همون شبونه وقتی اومد خونه یه مقدار ازش ریختم توی نوشابه با غذاش دادم بخوردش. فقط چند دقیقه بعد از اینکه نوشابش رو خورد حالش بد شد میخواستم همه چی رو طبیعی جلوه بدم واسه همین سری زنگ زدم به اورژانس با گریه موضوع بهشون گفتم و خیلی سریع ماشین فرستادن وقتی ماشین اومد رسوندنش بیمارستان من خودم هم باشون رفتم دخترمونم سپردم به یکی از همسایه ها توی راه چندین بار ماین ما رو احیا کردن ولی فایده ای نداشت و وقتی رسیدم بیمارستان دیگه تموم کرد چون من بهشون گفتم که مشکل قلبی داشته از قبل توجهشون رفت روی همین مسئله و علت مرگ و اعلام کردن ایست قلبی ما نقشمون رو خیلی دقیق اجرا کرده بودیم تا جایی که وقتی موینم به خاک سپردیم هیچکی نفهمید که چیکار کردیم اون روز که ایمان اومده بود خونمون دو تایی داشتیم با همدیگه صحبت میکردیم یه صدای زنگ خونمون اومد از توی آیفون دیدم که خواهرشوهر و مادرشوهرم پشت درن هیچ جایی نداشتیم که ایمان مخفی بشه واسه همین فرستادمش توی کما ولی وقتی رسیدن گوشیش زنگ خورد و همه چی لو رفت بعد این اعتراف مینا ایمان هم شروع به اعتراف کرد و تمام گفته های مینا رو تایید کرد لازم بود برای تکمیل پرونده هر دو نفر نقششون رو توی این جنایت بازسازی کنند برای همین به صحنه جنایت برده شدن و مینا شیوه قتل موین رو بازسازی کرد با این کارم دیگه پرونده کامل شد و با شکایت مادر و خواهر ما این به دادگاه ارسال شد. حدود دو سال این پرونده توی صفحه رسیدگی بود و هر دو متهم توی زندان بودند به آخر مرداد امسال یعنی سال 1403 روز محاکمه راه رسید. مادر ما این توی جایگاه قرار گرفت و از طرف خودش و نوش که حالا قیم قانونی شده بود برای متهمای این پرونده درخواست اشد مجازاتو کرد. این زن میگفت به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیست. بعد از قلیه نوبت مینا شد. مینا این بار حرفاشو عوض کرد و میگفت ایمان به تنهایی مرتکب این جنایت شده. مینا همچنین میگفت ایمان به دخترش هم تجاوز کرد و خودش هم هیچ نقشی توی قتل نداشته. این گفته مینا در حالی بود که قبلا با سراحت اعتراف کرده بود و شیوه جنایت هم بازسازی کرده بود. ایمانم وقتی این گفته های مینا رو شنید همشون رو تکذیب کرد. ولی قضات دادگاه دستور بررسی و تحقیقات روی حرفای این زن را صادر کردند چند روز پیش آخرین جلسه دادگاه برگزار شد چون پزشکی قانونی آثار تجاوزی به دختر مینا یعنی سهر پیدا نکرد و خود مینام نتونست هیچ جور حرفاش رو ثابت کنه این زن به قصاص ایمانم به خاطر مشارکت در قتل به 25 سال زندان محکوم شده. هر دوشون هم به خاطر رابطه نامشروع به 100 ضربه شلاق محکوم شدن. ایمان علاوه بر صد ضربه شلاق به دو سال تبعید محکوم شد این احکام با اعتراض هر دو متهم به دیوان عالی کشور فرستاده شده قرار قضات دیوان عالی به زودی رأی نهایی این پرونده را اعلام کنند به نظر میرسه این رأی به زودی تایید میشه و شمارش مکوس برای روز اجرای حکم مینا شروع میشه. چرا که تا این لحظه خانواده موین به هیچ عنوان راضی به بخشش این دو نفر نشدند سوم مرداد سال 1400 هوا دیگه داشت تاریک میشد بیشتر کارگاه دارای اون که سمت شرق تهران بود کار را تعطیل کرده بودن و رفته بودن. چند تا کارگاه بیشتر باز نبودن. یکیشون ارفان بود که مونده بود کارگاه تا حساب کتاباش راست و ریست کنه و بعدش بره خونه. اونجوری که جعفر یعنی تنها شاهد ماجرا میگفت صدای شلیک چند تا گلوله اومده بود. این صدا منقب بهش نزدیک بوده که نمیتونسته بهش واکنش نشون نده. سری خودش رسونده جلوی در رو دیده دو نفر مرد نقابدار دارن میرن سمت ماشین بی ام و ارفان و خود ارفان هم قرق خون روی زمین افتاده. جعفر میگفت من تا این صحنه رو دیدم و متوجه این شدم که دو نفر مسلحن سری برگشتم داخل کارگاه و در بستم. چون به نظر میومد دوز باشن و به خاطر ماشین گرون قیمت ارفان اومده باشن. وقتی در و هم صدای روشن شدن ماشین ارفان اومد و هر دوشون رفتن. بعد اینکه رفتن سری در رو باز کردم. دویدم سمت ارفان. کارگر مغازش هم اومده بود بالای سرش. کارگرش میگفت دوست بودن. اومده بودم ماشین ارفان رو ببرن. کاری از اون براش بر نمی اومد. چون گلوله ها همه به جاهای حیاتی بدنش خورده بود و شدیدن هم خون داشت. تنها کاری که تونستم بکنم تو اون لحظه این بود که زنگ بزنم به مامورای پلیس و اورژانس. بعد از تماس جعفر، اولین اکیپ اکیپ امدادی بود که رسید بالای سر ارفان. همون لحظه هم که رسیدن، تایید کردن که ارفان جونش از دست داده و کاری از دستشون بر نمیاد. بعد از اکیپ امدادی، یکی یکی افسرهای گشت منطقه رسیدن به محل. جو منطقه به شدت امنیتی شده بود و یکی یکی به تعداد مامورای پلیس توی محل اضافه میشد. بالاخره اکیپ جنایی به محل حادثه رسیدن و تحقیقات تخصصی شروع شد. محل حادثه قرنطینه شد و مامورای تشخیص هویت و بررسی صحنه جرم مشغول به کار شدند. پزشک تیم جنایی خیلی زود گفت جعفر یعنی کسی که با پلیس تماس گرفته بود و تایید کرد و گفت مقتول یعنی ارفان با شلیک 6 گلوله که به قلب و مغز شلیک شده کشته شده این پزشک همچنین با تجربه که داشت میگفت شلیک این تعداد گلوله به قلب و مغز مقتول نشون میده قاتلین به قصد کشتن ارفان اومده بودن اینجا اگر نه اگه برای سرقت اومده بودن فقط چند تا گلوله برای ترسوندن شلیک میکردن نه اینکه به قصد کشتن اونم به این تعداد شلیک کنند بعد پزشک تیم جنایی کارگر ارفان که توی صحنه حضور داشت مشغول صحبت شد. یاسر می گفت ارفان هر روز عصر بعد کار میمونه توی کارگاه. هر چقدر طول بکشه اول حساب کتاباشو میکنه و بعد می خونه. امروز هم همینجوری بود. معمولا ارفان تا ساعت هشت و نه شب اینجاست. امروز ساعت نزدیک های هشت بود که دو نفر مسلح با نقاب وارد کارگاه شدن. از همه اولم که وارد شدن شروع کردن به فهاشی. اصلاحی توی دستشون که دیدیم دو تای زانو زدیم روی زمین. خیلی حرفی به نظر می رسیدن. سری زدن دوربینه کارگاه و شکوندن. دستگاه زبط کنندشم هم برداشتن. من از ترسم توی موقعیت مناسب فرار کردن به سمت پشت بوم کارگاه. ولی ارفان نشسته بود روی زمین. اونجوری که بالا شنیدم و متوجه شدم واسه دزدیدن ماشین ارفان اومده بودن اونجا. چون ارفان تازه این ماشین خریده بود و خیلی اومده بود توی چشم تا اونجایی که من فهمیدم سویچه که از ارفان گرفتن رفتن به سمت در خروجی ولی ارفان دنبالشون رفت و جلوی در کارگاه به شلیک کردن من تا صدای شلیک رو شنیدم دویدم پایین ولی دیگه کار از کار گذشته بود و این دو نفر با ماشین ارفان فرار کردن بعد این گفته های جعفر و کارگر ارفان تحقیقات محلی شروع شد با دقت فیلم دوربینایی مداربسته مدار کارگاه مجاور بررسی شد. این فیلم ها نشون میداد قاتلین با یه ماشین پراید نقره نزدیک محل قتل پارک کردن ولی این ماشین پلاکش کنده شده بود. بعد قتل هم هر دو نفر با ماشین ارفان فرار میکنه. بعد چند دقیقه یکیشون دوباره پیاده بر میگرد و این ماشین پراید هم با خودش میبره. تحقیقات توی محل جنایت به پایان رسید. جسدم به پزشکی قانونی منتقل شد. بعد انتقال جسد با همسر مقتول تماس گرفته شد تا خودشو به اداره آگاهی برسونه. وقتی شقایق همسر ارفان به اداره آگاهی رسید میگفت من چندین بار بهش گفتم که این ماشین رو نخر. با خرید این ماشین خیلی میایم توی چشم. بعد تموم شدن صحبت های شقایق معمورای پلیس خیلی بهش مشکوک شدند. چرا که اصلا هیچ آثاری از ناراحتی توی صورتش نبود. البته خود شقایق میگفت به خاطر بوتاکسی که زده این حالت رو داره بعد خروج شقایق از اداره آگاهی افسر پرونده دستور داد این زن به صورت نامحسوس زیر نظر گرفته بشه از طرفی شماره پلاک ماشین عرفانم توی لیست ماشین های سرقتی ثبت شد تا هر جا که شد متوقف بشه. دو سه روزی گذشت. ماشین ارفان صحیح و سالم چند کیلومتر اون طرفتر از محل قتل پیدا شد. با پیدا شدن ماشین ارفان و مشخص شدن این موضوع که هیچ چیزی ازش سرقت نشده پرونده وارد فاز جدیدی شد. افسر پرونده به این موضوع رسیده بود که احتمالا سرقت ماشین به خاطر رد کنی بوده. همونجوری که پزشک تیم جنایی گفته بود موضوع کاملا مشکوک بود. نظر موضوع سرقت و درگیری که منجر به قطع شده باشه نبود. برای همین بازپرس پرونده دستور بررسی خیلی دقیق راجع به پرونده رو صادر کرد تمام موضوعات مشکوک پرونده کنار هم چیده شد توی اولین مرحله بازپرس دستور داد لیست آخرین تماسهای هم عرفان هم شقایق بررسی بشه تا مشخص بشه آخرین بار با کیا در تماس بودن چند روز بعد لیست این تماسها حاضر شد بررسی آخرین تماسهای ارفان چند روزی طول کشید هیچ چیز مشکوکی توی این تماس وجود نداشت. ولی برعکس بررسی لیست آخرین پیامها و تماس های شقایق نشون میداد این زن مدتیه که با مردی به اسم پرهام رابطه سیاه داره. با مشخص شدن این موضوع خیلی سریع دستور بازداشت پرهام ساده شد. شقایق هم همچنان تحت نظر بود و بازداشت نشده بود. با اطلاعاتی که از پرهام به دست اومد این مرد ظرف مدت 4 ساعت بازداشت شد و به اداره آگاهی تهران منتقل شد. پرهام 24 ساعت توی بازداشت موند تا استعلام خط تلفنش گرفته بشه و مشخص بشه شب حادثه کوشیش از چه منطقه ی آنتن داشته. فردای روز جواب این استعلام حاضر شد. بررسی موقعیت مکانی پرهام نشون میداد دقیقا روز و ساعت حادثه گوشیش از محل جنایت آنتن گرفته بوده پرهام نمیتونست دیگه چیزی رو انکار کنه با این حال بازجویی از این مرد شروع شد وقتی بازجویی از پرهام شروع شد پرهام میگفت من اصلا نه عرفان رو میشناسم نه شقایقو اصلا دلیل دستگیر شدنم هم نمیدونم وقتی پرهام به این سراحت شروع به انکار ماجرا کرد مامورای پلیس مدارکی که بر علیهش بوده بهش نشون دادن پرام شکه شده بود اصلا باورش نمیشد مدارک که پلیس تا این حد کامل باشه و با جزئیات همه چی رو بدونن برای همین شروع به اعتراف کرد و گفت من دو سال پیش با شقایق توی دوردور توی شمال تهران آشنا شدم شقایق اون شب با چند تا از دوستاش بود بینمون شماره داد و بدل شد و دوستیمون شروع شد اصلا فکرشو نمیکردم که متأهل باشه چون همیشه و هر ساعتی بهش زنگ میزدم جواب میداد و خیلی هم راحت با هم صحبت میکرد روز به روز رابطه هم باش زنگ تر شد حتی چندین بار با هم دیگه رفتیم مسافرت شمال کیش خارج از کشور تمام مدت شقایق بدون اینکه گوشیش زنگ بخوره کنارم بود یک سال و نیم شقایق ماجرایی که متعهله رو از من پنهان کرده بود و من نفهمیده بودم تا اینکه یه روز وقتی اومده بود خونم بهم گفت بخوام یه رازی رو بهت بگم بالاخره بهم گفت که شوهر داره باورم نمیشد فکر میکردم داره اذیتم میکنه فکر میکردم داره امتحانم میکنه تا ببینه واکنشم چیه وقتی توضیح داد و فهمیدم واقعا داره راست میگه داشتم شاخ در میآوردم شروع کرد داستان زندگیش رو برام تعریف کرد میگفت توی سن کم به صورت سنتی با ارفان ازدواج کرده جفتشون هم همسن بودن و 35 سالشون بود. اونجوری که میگفت هر دوشون هم مشکل داشتن و بچه دار نمیشدن. یعنی میشدن ولی خیلی پیگیرش نبودن. چون سنتی با هم ازدواج کرده بودن خیلی علاقه ای هم نداشتن که کنار هم بمونن. ولی چون توی خانواده‌هاشون طلاق و بد میدونستن و هر دوشون هم جزو خانواده‌های اصل و نسب دار بودن نمیتونستن از هم جدا بشن. شقایق میگفت وقتی شبا زنگ میزدی و چند ساعت چند ساعت با هم دیگه حرف میزدیم ارفان متوجه میشد ولی چیزی به هم نمیگفت هرچی بیشتر تعریف میکرد بیشتر شاختر میابردم از حرفاش وقتی برام تعریف کرد ازش خواهش کردم هر جوری شده ازش طلاق بگیره تا کنار هم یه زندگی خوب شروع کنیم از طرفی وقتی بهم گفت که متحله که دیگه فایده ای نداشت و من عاشقش شده بودم اصلا نمیتونستم به این فکر کنم که ازش جدا بشم. از روزی که بهش گفتم طلاق بگیر تلاش شقایق برای جدا شدن از عرفان شروع شد. ولی این تلاش کاملا بیفایده بود چون راضی به این کار نمیشد. هر شب با هم دیگه دعوا داشتن. حتی کار به کتک هم رسیده بود. شقایق همش این اتفاقا رو با جزئیات خیلی زیاد برای من تعریف میکرد. وقتی اینا رو میگفت من حرسی میشدم. چندین بار تا دم خونهشون رفتم تا عرفان رو بگیرم بزنم ولی خودم رو نگه داشتم انقدر این شرایط ادامه پیدا کرد تا اینکه شقایق گفت باید هر جوری که شده از شر عرفان راحت شیم عرفان مانع رسیدن ما با به همدیگه است وقتی پیگیر شدم تازه فهمیدم منظورش چیه میگفت فد عرفان رو بکشیم تا گفت من قبول کردم با که تا حالا ندیده بودمش ولی با چیزهایی که شقایق بهم گفته بود انقدر ازش کینه داشتم که خیلی راحت با بکشمش با شقایق دو چند تا نقشه کشیدیم یکی یکی همه جوانبشون رو بررسی کردیم رسیدیم به آخرین نقشه که همینی بود که اجراش کردیم قرار بود جوری نشون بدیم که قصدم و سرقت و قتل ارفان یه اتفاق تا کسی نفهمه که انگیزه قتل سربنیس کردن ارفان بوده برای این کار به یه همدست احتیاج داشتم چند روزی دنبال یه نفر گشتم بالاخره با پول خیلی زیاد تونستم رازیش کنم که بیا به من گفته بود من نه اسلحه دست میگیرم نه با کسی درگیر میشم منم قبول کردم با کلی بدبختی یه اسلحه با چند تا فشنگی رو بردم سختترین مرحلش همین بود چون اصلا گیر نمی اومد. این اسلحه هم چند صد میلیون تومن پولشو دادم ولی واسم مهم نبود باید به شقایق میرسیدم روز اجرای نقشه رسید و نقشمون رو اجرا کردم فکر میکردم خیلی خوب این کار رو انجام دادم و همین اصلا فرار نکردم وقتی مامورای پلیس رو دیدم که برای دستگیریم اومدن خیلی تعجب کرده بودم فکر میکردم از مدرکی ندارن و همین شروع کردم به این کار ماجرا ولی خیلی زود فهمیدم اشتباه میکنم و کلی ازم مدرک دارم برای همینم شروع کردم به اعتراف کردم بعد این اعتراف های پرهام با اطلاعاتی که از هم داشت داد شقایق و وحید هم دستگیر شدند وحید هم دست پرهام هم خیلی سری گفته های پرهام رو تایید کرد ولی می گفت توی شلیک و قتل هیچ نقشی نداشته فقط توی محل جنایت حضور داشته بعد پرهام و وحید نوبت شقایق بود ولی این زن برخلاف همدستای دستای دیگش با اینکه این همه مدارک بر علیهش بود شروع کرد به این کار ماجرا شقایق میگفت من با پرهام رابطه داشتم ولی من نقشه باهاش برای قتل نکشیدم پرهام خودش تنهایی نقشه رو کشیده و اجراش کرده برای اینکه به من برسه من چون از بدیهای عرفان خیلی زیاد براش گفته بودم پرهام هم دست به کار شده بود تا بکشدش با این که شقایق همه چی این کار کرد پرهام پیامایی رو در اختیار تیم تحقیق قرار داد که نشون میداد شقایقم هم یه پای مجراز. با این حال شقایق بازم اعتراف نکرد چند بعد پرهام و وحید به محل جنایت برده شدن و در حضور مقامات قضایی صحنه جنایت رو بازسازی کردن. با این کار پرونده تکمیل شد و به دادگاه ارسال شد. توی اولین مرحله دادگاهی برای رابطه نامشروع این دو نفر تشکیل شد و هر دوشون هم به حبس و 99 ضربه شلاق محکوم شدن. سه سال از قتل عرفان گذشت. اواسط مرداد سال 1403 دادگاه رسیدگی به قتل فام برگزار شد. اولیای دم توی جایگاه قرار گرفتن و اعلام کردن خواستشون اشد مجازاته. بعد اون یکی یکی متهمای پرونده توی جایگاه قرار گرفتن و شروع کردن به توضیح ماجرا. بالاخره شقایقم به همدستی با پرهام و وحید اعتراف کرد و ماجرا رو توضیح داد. با این گفته صریح سریع متهم و مدارکی که توی پرونده وجود داشت قضات دادگاه پرهام و به قصاص و به 25 سال حبس شقایق به 10 سال حبس محکوم کرده. این احکام به دیوان عالی کشور رسال شد و قرار به زودی رأی نهایی این پرونده اعلام بشه. در حال حاضر هر سه متهم داخل زندانن و منتظرن تا رأی نهایی دادگاه اعلام بشه. ممنون ازتون که تا این لحظه همراه ما بودید. حتما حتما نظراتتون رو پایین همه ویدیو برایمون بنویسین. اگر اگرم تا الان عضو کانالمون نشدین لطفا با عضویتتون از همون حمایت کنید. شما میتونید با ارسال اتفاقاتی که برای شما یا اطرافیانتون افتاده به ما در ساختن ویدیو کمک کنید. تا بررسی یه پرونده جدید با ما همراه باشید.